سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. امروز عزیزان جزء ایامیه که مصادف با روز بعثت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اسلام و روزیه که خداوند درهای هدایت و عنایت خودش رو بر بشریت باز کرد، برای اینکه کسانی که در دوران جاهلیت اسیر چاه پرستی و خرافه گرایی بودند رو از ظلمت به نور ارشاد میکنه. در واقع در این روز پیغمبر اکرم اعلام فرمودند، به ایشون اعلام شد، ایشون 40 سال تمام داشتند که ملاقاتی صورت گرفت با یک موجود لطیف غیر مادی و اصطلاحاً ماورای طبیعی، متافیزیک، که از ایشون به زومره و شدید القوا و جبرئیل و روح القدس و روح الامین تعبیر شده، تعبیرهای متفاوتی داره. پیام رسان از پروردگار آفریدگار دو عالم به رسول خودش از طریق ارسال فرشته وحی. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع. اینها پیغام آورانند که میان و القاء مأموریت و مسئولیت میکنند به اون کسی که خداوند انتخاب میکنه و انخترتک یا موسی، من تو رو انتخاب کردم، من تو رو اختیار کردم، اختیارت کردم که این مسئولیت، این مأموریت رو به تو واگذار بکنم. و ما تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی تو هیچ گونه انتظار این امر رو نداشتی که به این مسند نشانده بشی، ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که عقل بی خبر افتاد و هوش بی حس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. این یک بنای جدیدی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور بنیانگذاریش شدند. طرب سرای محبت کنون شود مأمور. این اتفاقی بود که افتاد و رسول اکرم مطابق نص صریح قرآن مجید انتظار این امر رو نداشتن. این صرف عنایت خداوند بود که
این امر تحقق پیدا کرد و نمونه هاش بسیار زیاده وقتی در تاریخ انبیا و در قصص قرآنی مشاهده میکنیم اینجوریه. حضرت موسی داشتن تو کوه همراه با خدم و حشم و زن و بچهشون حرکت میفرمودن، کوچ میکردن، از یه نقطه به نقطه دیگه داشتن میرفتن. یک باره تجلی صورت گرفت و خداوند گفت انی انا ربک فخل ان علیک انک بالواد المقدس طوبا، و بعد به ایشون مأموریت داد و ما تلک به یمینک یا موسی، تا اونجایی که میفرماید اذهب الی فرعون انه طغى. اینجوریه، یعنی خداوند وقتی که میخواد عنایت بکنه، عنایت خداوند شامل حال یکی از بندگان خودش بشه، تمام مقتضیات و ضروریات و قابلیات اون رو فراهم میکنه. اینطوری خب جبرئیل اومد و میفرماید و نجم ادا هبا ما غلثا صاحبكم و ما غوا و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اینجا تصریح شده که ایشون از جانب خودشون صحبتی نمی فرمودند، آیات قرآن همش وحیه. من عند شدید القوا دو مرت فستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی ربه ما اوحا افتمارونه ما یرا و لقد رآه نزلة اخرى الی آخر. پس اینا نشون دهنده چیه؟ اینه که پیغمبر اکرم در غار حرا تشریف داشتن، فرشته وحی به ایشون تجلی میکنه و به ایشون مأموریتشون رو ابلاغ میکنه. گفته میشه که اولین آیات قرآن مجید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یکی خلقت، یکی تعلیم و تربیت. پیغمبر مبعوث شدن، اومدن. از این لحظه به بعد بنای یک مکتب ریخته شد عزیزان. تا زمانی که پیغمبر اکرم چشم از دنیا فرو بستن، اینجاست که ما مشاهده میکنیم که در قرآن مکررن تصریح شده که طریق توحید، طریق توحید، توحید یعنی شریعت مجموعه قوانین برای تنظیم رابطه فرد با آفریدگارش، فرد با جوهر خودش و فرد با سایر افراد در جامعه. این مجموعه قوانینیه که وقتی توسط پروردگار تشریع بشه شریعت اسمش. شریعت موسی داریم، شریعت عیسی داریم، شریعت ابراهیم داریم، شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله داریم، شریعت حضرت یحیی داریم، شریعت حضرت مانی داریم، اینها شریعت حضرت زرتشت داریم. اسامی این شرایع در قرآن مجید ذکر شده، اینها شریعته، یعنی مجموعه قبول. اما دین یه دونه است، یعنی توحید. دین یعنی راه، راه توحید. شریعت ها
به موازات هم در قرآن مجید ذکر شده، نام برده شده. از پیروان رسول اکرم که به ایشون ایمان آوردن، از پیروان حضرت موسی، از پیروان حضرت عیسی، از پیروان حضرت یحیی، از پیروان حضرت زرتشت نام برده شده، نام برده شده. اینها نام، اما اینها ادیان مختلف نیست، شرایع مختلف، شرایعی که در کنار همه، اما دین راه توحید به جانب پروردگار که خداوند می‌فرماید اسلام. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی راه همه انبیا از زمانی که بابا آدم آفریده شده تا خاتم راه توحیده. راه شرک نیست، راه کفر نیست، راه توحیده. این راه توحید عزیزان عبارت است از، شامل است بر مجموعه ای از قوانین برای تنظیم رابطه، چنان که گفتم بین فرد و پروردگار. اون بخشی که تنظیم کننده رابطه فرد و پروردگاره که بهش میگن عبادات، این پایه هر شریعتی رو تشکیل میده که مشتمل بر مناسک خاص، مشتمل بر ادعیه خاص، مشتمل بر اذکار خاص، مشتمل بر وظایفی که فرد باید انجام بده. یعنی وقتی میگه من داخل در جرگه اهل ایمان شدم، اینجا دیگه لفظ فقط نیست، به کار بستن مجموعه اعمالیه که عمودش صلات، نماز، نیایش پروردگاره، راز و نیاز با پروردگاره، روزه است، صیامه، انفاق، زکات و سایر مطالبی که در هر کدوم از شرایع وجود داره، حال کم و بیش مقدارش فرق میکنه، اما این در همه شرایط وجود داره عزیزان. حال شما در نظر بگیرید که هر کدوم از انبیا از جانب خداوند مأمور ابلاغ این روش شدند، این مناسک شدند. گفتن آقا شما باید بلند شی نماز بخونی، به این ترتیب باید نماز بخونی، این تعداد رکعات رو باید بخونی برای انجام مناسک عبادی، این کار اون کار الی آخر. از این قضیه است که در قرآن مجید به تعلیم و تزکیه تعبیر میشه. این امر باعث ساختمان قالب برزخی و جوهر متافیزیک و روحانی هر فردی که سالک الالله میشه. این رو بهش میشه گفت مکتب، میشه گفت مذهب، میشه گفت مسلک، اما اینا همش بر یه خط مستقیمه، صراط مستقیمه، راه راسته. راه راست تعریف هندسی داره، یعنی کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه،
این تعریف هندسی راه راسته، وگرنه راه بی نهایت بین دو نقطه، کوتاه‌ترین راه رو بهش میگن صراط مستقیم. ولی نه تنها راه رو، میلیاردها راه وجود داره بین دو نقطه، اما کوتاه‌ترینش یه راهه، یه راه، اونو بهش میگن صراط مستقیم. هر چقدر استقامتش کمتر بشه، اعوجاجش بیشتر بشه، طولانی تر میشه، زمان بیشتری میبره. پس بحث مکتب وقتی مطرح میشه عزیزان، یه مجموعه حال آیا میشه تصور کرد که پیش از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شریعت محمدی وجود داشته؟ نه، شریعت عیسی وجود داشته، شریعت موسی وجود داشته، شریعت مانی وجود داشته، شریعت زرتشت وجود داشته، شریعت ابراهیم، اما شریعت محمدی بعد از بعثت رسول اکرم تکوین پیدا میکنه. به همین دلیل کسانی که پیرو مکتب رسول اکرم میشن، اینها شاگرد رسول اکرم هستند و شاگرد باید مطابق روش و رویه‌ای که استادش بهش یاد میده عمل بکنه. بعث من الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یه نفر از کسانی که از امیین بوده، از خود اونها بوده، خداوند برانگیختش که این کارش اینه که یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو بر مردم میخونه و یعلمهم و تعلیمشون میده، معلمشونه، استادشونه، بهشون تعلیم میده و یزکیهم و تربیتشون میکنه که پاک بشن، از زنگار جاهلیت پاک بشن، از خرافه گرایی پاک بشن، موحد بشن. وگرنه در دوران جاهلیت بودن. پس اون کسی که میگه من پیرو به این مکتبم، باید اون چیزی رو که استادش میگه انجام بده. یعنی چی؟ اینجا یه مسئله خیلی حساسی وجود داره. یه عده‌ای بودن که با رسول اکرم مخالفت میکردن و میگفتند ما به شما ایمان نمیاریم تا زمانی که شما داری این قرآن رو به ما تعلیم میدی، ما به شما ایمان نمیاریم، یا اصلا به کل یه کتاب دیگه بیار، یا این قرآن رو تغییر بده مطالبشو اونجوری که ما میخوایم اونو بگو، وگرنه ما بهت ایمان نمیاریم. اما یه دسته دیگه بودن که اینها میومدند و ظاهراً وارد مکتب می شدند، می گفتند ما هم شاگرد این مکتبی، اما قش در وجودشون بود، خالص نبودند، به دلایل مختلف می اومدند. یه عده چشم داشته مالی داشتند، یعنی میخواستم ببینن که چجوری از این مکتب میشه پول در آورد. سوره انفال راجع به ایناست. سوره انفال رو در قرآن مجید بخونید ببینین چجوری باز کرده قضیه رو. یه عده دیگه میخواستن بر دیگران برتری جویی بکنن، بر دیگرانی که اومده بودن توی این مکتب
و شاگرد شده بودند. بعضیا بودند که میخواستن به اونا برتری جویی کنن، یعنی بگن که ما میدونیم این مکتب چی چیه، ما میتونیم به شما بگیم این مکتب چی چیه. اما نکته در این عزیزان، که وقتی اصحاب رسول خدا در برابر دشمنان قرار می گرفتند، مانند سد حسین استوار بودند، که انهم بنیان مرصوص بودند. قرآن مجید میگه اعزه، یعنی صاحب عزت بودند، بر مواضع اصولی خودشون پای می فشردن در برابر دشمنان، در برابر مخالفان، در برابر منکران، در برابر خرافه پرستان، در برابر کافران، در برابر مشرکان. عزتون علی الکفار، اما عزلتون علی المؤمنین، یعنی نسبت به پیروان مکتب محمدی خاکسار بودند، افتاده حال بودند، یعنی گاردشون پایین بود. در برابر همدیگه گارد نداشتند، در برابر دشمن داشتند، اما در برابر همدیگه نداشتند. قرآن داره میگه ها، به همین دلیل یه عده‌ای که ایگوی قوی داشتند، یعنی نفسشون مند بود، اینها وقتی میدیدن اینقدر افتادگی بین اینا وجود داره، گاردی بین اینا بالا نیست نسبت به هم دیگه، توی مکتب عضو مکتب می شدن، کاری نداشت عضو مکتب شدن، کافی بود شهادتینو بگن، بگن اشهد و ان لا اله الا الله، اشهد و ان محمد رسول الله، می آمدن عضو مکتب می دن. اون وقت اینجا شروع به نابکاری می کردن. یعنی چی می گفتن؟ یعنی می گفتن که آقا ماها که اینجا جمع شدیم به خاطر مذهب جمع شدیم، نه به خاطر محمد. ما کاری با محمد نداریم، مذهب کار داریم. این کاری که میکنیم برای مکتبه، نه برای محمد. خب این حرف ظاهراً حرف غلطی نیست، ظاهراً حرف غلطی نیست، اما به کجا میخواد بره؟ گفتن ما هم پیروی مکتبیم، اما بحث بر سر اهمیت پیغمبره. چرا؟ برای اینکه اگر پیغمبر رو شما بذاری کنار و بگی مکتب منهای پیغمبر، اون وقت هر کسی تفسیر خودش رو از اون مکتب ارائه میده. ببین چیزی که من میگم، کار با بر نداریم، ما پیرو به مکتبیم و مکتبم این چیزی من میگم. میفرماید فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ، یعنی اگر شما در زمره پیروان این مکتبین که بر اساس عشق به پروردگار بنیان گذاری شده، از من یعنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبعیت بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. اگه از من تبعیت نکنید، اون وقت نفس خودتو داری تبعیت میکنید، یا از نفس یه بابایی که اومده این وسط قاطی شده
و میخواد زمام اختیار شما رو به کف بگیره به نام مکتب. نه، الگو و اسوه فقط رسول خداست. ایشون تبلور میبخشه به اون مکتب. وقتی که ایشون میخوان تشریف ببرن از دنیا، میگن من کنت مولا فهذا علی مولا. حالا تبلور مکتب در وجود مولا علی علیه السلامه. پس آقا مکتب خصوصیتش اینه که اسوه و الگو میخواد. اگر نباشه اون وقت ایگو به جای اسوه میشینه، اون وقت نفس به جای اسوه میشینه. قرآن مجید ببینیم چی میگه. دائم از ملت ابراهیم صحبت میکنه. ملت یعنی مکتب. ملت در قرآن مجید یعنی مکتب. مکتب ابراهیم، از مکتب ابراهیم پیروی کنید. اما مگه میشه از مکتب ابراهیم با صرف نظر کردن از ابراهیم پیروی کرد؟ نه، چون ابراهیم خودش شاخص اون مکتبه، چون ابراهیم خودش اسوه اون مکتبه. قرآن مجید میگه، قرآن مجید میفرماید فتب او ملت ابراهیم، فتب او ملت ابراهیم حنیفا. حنیف یعنی یکتا پرست. حنیف یعنی غیر مشرک. فتب او یعنی پیروی کنید. از چی؟ ملت ابراهیم. از مکتب ابراهیم پیروی کنید. اما میشه با صرف نظر کردن از ابراهیم از مکتب ابراهیم پیروی کرد؟ نه. چرا؟ چون ابراهیم خودش تشخص اون مکتبه، خودش تبلور اون مکتبه. میگه ان ابراهیم کان امتا قانتا. قرآن میگه، یعنی ابراهیم خودش این امته، خودش امته. یعنی اون کسانی که به عنوان پیروی از ابراهیم جمع شدند در اطراف ابراهیم، در چارچوب مکتب ابراهیم، چون اتصال دارند به روحانیت حضرت ابراهیم و ابراهیم خودش یه دونه امت قانته، پیروی مکتب ابراهیم هم. اگر ازش جدا بشند که دیگه قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. پس آقا شما یه قطره ای و خودت رو به عنوان یه قطره ارزیابی بکن. جایگاه خودت رو به عنوان یه قطره ارزیابی بکن. خودت رو جای دریا نذار. این مسئله خیلی مسئله مهمیه و قرآن مجید روش انگشت اصرار میذاره. به تکرار این قضیه رو مکررن بیان میکنه. چرا؟ چون خطر از درون میاد. چرا؟ چون اعزتون علی الکفار اذلتون علی المؤمنین. در برابر کافرین اعزتون علی الکافرین اذلتون علی المؤمنین. در برابر کافرین، در برابر مخالفانی که رو در رو ایستادن، اینا مثل حسن حسینن. اما در برابر کسانی که میگن ما اهل این مکتبیم، گاردشون پایینه، خیلی خیلی خاشه و خازه و افتاده و خاکساره. به همین دلیل ضربه زدن از درون بسیار کار راحتیه.
چجوری میشه از درون ضربه زد؟ با درست کردن تفسیرهای من درآوردی. یعنی که بله قرآن مجید اینو میگه، استاد اونو میگه، اما تو کاری به این نداشته باش، به اون کار داشته باش. یعنی چی کار نداشته باش؟ مگه اصلا شما اگر که این استاد نبود، اگه پیغمبر اکرم مبعوث نشده بودن، اصلا شما میدونستی اسلام چی چیه؟ چطور کار نداشته باشه و به چی چی کار داشته باشه؟ میفرماید لا تتمنوا علی اسلامکم، لا تتمنوا علی اسلامکم. یعنی آقا منت نذارین که اومدین پیرو این مکتب شدین، منت نذارین که اومدین توی این کلاس نشستین به عنوان شاگرد. همتون شاگردین، استاد یه دونه است، اونم رسول اکرم، تموم شد. تفسیر رو ایشون میکنه، تموم شد. آیات رو ایشون میگه، تموم شد. اسوه ایشونه، تموم شد. اینی که ما کاری با استاد نداریم، کاری با نمیدونم فلان نداریم، که نمیشه، که همینجا انحراف شروع میشه. لا تتمنوا علی اسلامکم، به اسلامی که آوردین گفتین دوتا شهادت اینو گفتین منت نذارین. والله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این یه منتیه که به سر شما گذاشته شده که به راه ایمان هدایت بشید. چطوری میتونین هدایت بشین؟ آیه قرآن بیان میکنه، فتب اون ملت ابراهیم. پس عزیزان اینجا بحث خیلی حساسه. یکی از موارد تشخیص انحراف، مناطهایی که برای محاسبه در قرآن مجید داده شده، همینجاست. اون کسانی که از روی نفاق، منافقین که در قرآن بسیار راجع بهشون صحبت شده، به ما مرتب و مکرر راجع بهشون صحبت کرد، این ها می اومدن و می گفتن قوم. بعد هر چی که پیغمبر می فرمودن و دستور می فرمودن و ما ینتقون الهوا، از جانب خودشون هم نمی فرمودن، وحی بهشون می شدشون ابلاغ می کردن، اونا می رفتن یه در دور خودشون جمع می کردن، می گفتن نه، شما حق طرح سوال دارین، سوال طرح کنین. نه اینکه ایشون حضرت رسول اکرم یه حرف رو زدن شما بگیم باشه ما این کار رو الان انجام بدیم چون ایشون گفته. نه، مکتب اینجا مهمه. ما باید ببینیم آیا برای مکتب بهتر ما این کار بکنیم یا نکنیم. این انحراف بود، این ایجاد تفرقه میکرد، این از درون فرو میپاشوند همه چیز رو، از درون متلاشی میکرد. پیغمبر میفرمودند که خب الان ما باید بریم از مدینه خارج بشیم، بریم فلان کارو بکنیم. اینا میگفتن که جمعشون گفتن نه الان این مناسب مکتب نیست این کارو بکنیم. برای چرا؟ برای اینکه الان هوا گرمه، ما بریم گرم زده میشیم، آفتاب زده میشیم، بعدن نمیتونیم بعدن فلان کار بکنیم. یه بهانه ای میآوردن. بعد یه عده دودل میشدن، بکنیم نکنیم. نه آقا نرو، پیغمبر میخواد بره سفر، میخواد بره نمیدونم به فلان ناحیه خارج مدینه، لازم نیست شما بری. باز چی میخوای بری؟ نرو. آقا شما چی کاره ای که دارید این حرف رو میزنید؟ اگر اون شخص استطاعتش رو داره باید بره، کسی حق نداره جلوشو بگیره. پس اصلا این پیغمبر برای چی تشریف دارن اونجا؟
این بود که چندین بار پیغمبر، یعنی قرآن مجید، جبرئیل وحی کرد به پیغمبر، ایشون گفت قول بگو بهشون، بعد شروع کرد به افشاگری کردن، اون کسانی که این کارا رو میکردن رو افشا کرد. اما خب اونا دست از کارشون بر نمیداشتن که حتی در مواردی سبب سستی و ضعف و فتور امت شدن. و اون وقت زمانی که دشمن خارجی داشت از این فرصت سوء استفاده میکرد، به علت وجود تفرقه و شکاف و دودلی و تردید که به وجود اومده بود، اون وقت زمینه برای شکست فراهم داشت میشود. اینه که آیه قرآن به صراحت میگه اینطوری نیستش که وقتی که پیغمبر اکرم یه امری میفرمایند، یه ارشادی میکنند، یه دستورالعملی میدن، اون کسانی که خودشون رو پیرو به این مکتب میدونن روش ایجاد تفرقه و تردید بکنن، بگن نه ما نمیخوایم این کار بکنیم، یا این کار به صلاح مکتب نیست، پس ما با چی اومدیم تو این مکتب؟ این یکی از اون آسیب‌های اساسی بود که مد نظر قرآن قرار گرفت و خداوند خیلی بهش بها داد، چون خطر بسیار زیادی تولید میکرد. یه موقع یه نفر میاد و علم مخالفت به نفع خرافات بر علیه قرآن مجید بلند میکنه، یه عده رو جمع میکنه دور خودش، شروع میکنه جنگیدن با رسول اکرم رو در رو. اما یه موقعی یه نفر از روی نفاق پا به داخل جمع میذاره، گوش میده، توجه میکنه نقاط ضعف و قدرت شاگردان اون مکتب رو ارزیابی میکنه، آسیب پذیری های یکایک رو مورد سنجش قرار میده. نه، قرآن میگه آقا اهمیت قضیه این آویزه گوشتون باشه ای مؤمنان، که اگر شاگردان این مکتبی و میخواین به طریق توحید قدم بذارید و میخواین خدا دوستتون داشته باشه و شما دوستدار خدا خودتون رو به شمار میارید، دنبال رسول اکرم حرکت کنید. فتب اونی، از این منحرف نشین. این رو برای جای اما و اگر و تفسیر و فلان و این حرفا قائل نشین، بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه، ازش اعتراض کنید. این دستور اول قرآن، موقعی که در واقع جمعیتی داره میاد و دوروبر پیغمبر اکرم به صورت انبوه داره جمع میشه، از این طرف داره میاد، از اون طرف دیگه مردم ام القرا و من حولها نیستن، از یمن یه عده دارن میاد، از عدن یه عده دارن میاد، از ایران یه عده دارن میاد، از روم یه عده دارن میاد، از بیزانس یه عده دارن میان، از شام یه عده دارن میان، از نواحی مختلف جمعیت داره زیاد میشه. یه عده میگن آقا اوه این همه جمعیت جمع شده، اینا هم درست اصلا نمیدونن قضیه چیه، خب ما هم بریم قاطی اینا بگیم آقا ما شاگرد این مکتبی، ما پیشکسوتیم، اصلا ما همخون پیغمبر اکرمیم، ما اصلا اهل طایفه قریشیم، ما مال قبیله ای نمیدونم فلانی، ما مال بنی هاشمی، ما مال بنی، و بگیریم اینا رو بکشونیم دنبال خودمون. تا وقتی که پیغمبر اکرم در قید حیات بودن افشا میکردن این مطالب رو، ولی اونا کار خودشون رو زیر زیرکی و پشت سر می انجام. و اذا لقوا الذين امنوا،
وقتی که ملاقات میکنن با اهل ایمان، قالوا انا معکم، میگن ما از شماییم، با شماییم. و ادا خلو مع شیاطینهم، اما وقتی که جدا میشند از اهل ایمان و خلوت میکنند، شیطان بهشون غلبه میکنه. اون خلوتشون میشه یه خلوت شیطانی. اون وقت میگن ما داریم اینا رو مسخره میکنیم، یعنی اون شیطان راهزنه. یه موقع آدم نمیدونه داره چی کار میکنه، یه موقع میدونه داره چی کار میکنه، یه موقع فکر میکنه این کاری که داره میکنه خوبه. نه، مگه شما بهتر از حضرت رسول اکرم میدونی چی اونجا باید انجام داد؟ اون سر قضیه غزوه احد، خب دیدیم نتیجه چی شد. جنگی که 100%، معارضه‌ای که 100% توش دشمن شکست خورده بود، معکوس شد. چرا؟ چون همین دلیلش همین بود. همین بود که به نام اسلام اومدن مسجد ساختن، همین بود که اومدن به نام اسلام رسول اکرم رو آوردن که بیا این مسجد رو افتتاح بکن. مسجد ساختند، گفتن ما بتخانه رو خراب کردیم، اومدیم مسجد ساختیم، شما بیا افتتاحش بکن. اما مسجد ضرار بود برای نهادینه کردن نفاق ساخته شده بود، به نام مکتب ساخته شده بود. میگفتن مکتب میگه از صلات و عمود و دین، نماز پایه دینه و نماز و انما المساجد لله، باید در مسجد خوند و مسجد برای عبادت پروردگاره. ما انما یعمر المساجد، اومدیم تعمیر کردیم، درست کردیم، اصلا مسجد درست کردیم. این مکتبه که ما یاد داده مسجد درست کنیم. اما هدفشون عبادت پروردگار نبود، داشتن با اعتقادات و باورهای اون نوع گروندگان به مکتب توحید پیغمبر اکرم بازی میکردند. به نام مکتب، به نام مسجد، به نام عبادت، به نام نماز، میخواستن اینها رو به راه انحراف ببرن. و خداوند فرمود شما برای افتتاح اون مسجد که نباید بری هیچی، اون مسجد رو باید محوش بکنی، چون اون نفاق رو نهادی نمی کنه. به نام مکتب داره مردم رو از شما دور می کنه. اون وقت دیگه مردم نمی فهمند که اسوه یعنی چی، که ملت، ملت به معنی مکتب، در کی تبلور داره پیدا می کنه. راه رو گم میکنن، قطب نماشون رو از دست میدن. اینه که میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسم. یعنی کیه که یرغب عن، یعنی بی اعتنا میشه، روی برمیگردونه از مکتب ابراهیم، مگر کسی که سفیه باشه، سفاهت بر وجودش غلبه کرده باشه. وقتی که یه سیستمی درست بشه، یه مکانیزم مغزشویی درست بشه که آدم رو سفیه بکنه از طریق فن استدراج، نتیجهش این میشه، یعنی آدم فکر میکنه داره کار درست میکنه، فکر میکنه داره تو مکتب ابراهیم قدم برمیداره، در حالی که داره قدم به قدم از مکتب ابراهیم دور میشه.
مغزشویی میشه، سفاهت بهش غلبه میکنه، میشه صفی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. توجه میکنی؟ پس اینها تماما در قرآن مجید ذکر شده است. مکتب، ملت بسیار بسیار اهمیت داره. در واژه قرآنی تکرار میکنم، ملت به معنی نسیون نیست، به این معنی که الان در فرهنگ روزمره سیاسی به کار میره نیست. ملت یعنی مکتب. معادلش در زبان امروز ما مکتبه. این مکتب رو، این مکتب توحیدی رو، یا قوم انی بری اون مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. این ملت ابراهیم. این در وجود ابراهیم تبلور پیدا میکنه. ابراهیم اسوه مطابقای قرآن. پیغمبر اکرم در امت خودشون ارشاد میکنن مردم رو به جانب ابراهیم، به جانب مکتب ابراهیم، به جانب ملت ابراهیم. اما گروندگان به مکتب ایشون نیاز به یه اسوه دارن، میخوان محاسبه کنن. منات محاسبه شون چی باید باشه؟ شاخص محاسبه شون چی باید باشه؟ احتیاج به اسوه دارن، احتیاج به الگو دارن. این الگو شخص رسول اکرمه. وقتی ایشون در دوران حیات ایشون، وقتی ایشون میخوان خلق قالب جسمانی بفرمایند، بفرمایند علی شاخصه، اسوه است، الگوه. و حلقه های سلسلت و ذهب تا خاتم، هر حلقه اسوه زمانه، اسوه. پس اگر انسان دست برداره، اون وقت باید بدونه که عبدالنفس شده، نفسشی که داره مرشدی میکنه براش. این خیلی خیلی حساسه. اینا همش مطالبیه که در قرآن مجید ذکر شده. عزیزان دست ازش بر ندارید. شما میرین کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری، کتاب منازل و سائرین خواجه عبدالله انصاری رو برمیدارین چاپ میکنین، منتشر میکنین، فلان، همه این حرفا. خیلی خوب، خواجه عبدالله چی میگه؟ آیا با خوندن یه دونه کتاب یا عمل کردن به یه دونه کتاب شما میتونی کشتیگیر بشی؟ شما با خوندن کتاب میتونی کشتیگیر بشی؟ شما با خوندن کتاب، تعلیم شنا، شنا کتاب هست؟ میفروشن شنا رو تعلیم میدن. شما با خوندن کتاب شنا میتونی شناگر بشی؟ محاله. هزار تا قلق وجود داره، هزار تا فن و فوت وجود داره. شما نیاز به مربی داری، شما نیاز به معلم داری. مهمترین شرط در سلوک الالله اتصال به ولیه، اتصال به ولیه که مکتب رو متبلور میکنه و در زمان خودش حلقه خاتم این سلسلت و ذهب ولایت به شمار میده که از زمان آدم تا خاتم ادامه داره. پس اگر که شما میخوایی مطابق
دستورالعمل خواجه عبدالله انصاری ها سلوک بکنی، شرط اولش بیعته. مقدم بر بیعت توبه است، مقدم بر توبه یقظه است، یعنی بیدار شدن نسبت به مکائد نفس و توبه کردن و سرسپردن به مربی. این حرفی که خواجه عبدالله انصاری ها میزنن، مهمترین شرطش عزیزان اتصال به رشته هدایته، اعتصام به حبل اللهه، ارتباط با عروت الوثقاست. شما اینو میذاری کنار میری سراغ بقیهش، نه اشتباه میکنی. و اون وقت آدم یه لحظه‌ای که دارن میبرنش میگه یا حسرتا، حسرت میخوره به چی؟ الا ما فرد و فی جنب الله. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ بسپارم. علی نگهدار.